بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. با سلام و صلوات بر پیامبر بزرگوار اسلام و بر خاندان مطهرش ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیه، شرح آیات 25 و چندین آیه بعد از آن رو در سوره مرسلات ادامه میدیم. شرح سوره مرسلات رو در این آیات ادامه میدیم. در آیه 25 خداوند متعال میفرماید: الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ما ان فراتا ویل یوم اذل المکذبین. این های چند چار آیه بودن، مجموعی از آیات هستند که خداوند منان به منکرین قیامت در برخی از نعمتهای خود در زمین رو متذکر شده. حالا ما برای بهره گرفتن بیشتر از این آیات، آیات مهم، چون در آخرش فرمود ویل یوم اذل المکذبین، وای بر تکذیب کنندگان این گفتار خداوند، مراجعه میکنیم به آیه 53 سوره فصلت. در اونجا فرمود سنریهم آیاتنا، به زودی ما آیات خودمون چون میدیم، چون همه انسان سنوری حمایات کجا؟ فل آفاق، در جهان بیرون انسان، در زمین، در آسمان و فی انفسهم، و در وجود خودشان. تا چی بشه؟ حتی یتبین لهم انه الحق، تا برای آنها مسجل بشه، قطعی بشه، بفهمن، نتونن دیگه انکار کنن، انه الحق، اون چرا که این پیامبر آورده، اون ادعایی که میکنه در ارتباط با قرآن حقه، این قرآن حقه. خب وقتی که قرآن حق باشه، توحید در این قرآن حقه، معاد در این قرآن حقه، و وعده های الهی در این قرآن حقه. بنابراین وحی حق خداوند فرمود. فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، به زودی آیات و نشانه خود را در آفاق، یعنی در ارتباط با عظمت زمین و آسمان، با آنها نشان میدهیم. و فی انفسهم، همچنین در عجایب وجود خودشان، در خلقتشان، یعنی میشه سیر در آفاق و سیر در انفس در حقیقت. حالا ما در جلسه قبل اون بخش سیر در انفس رو در آیات 20 تا 24 داشتیم و صحبت کردیم در پیرامون آنها، که در ارتباط بودن با مراحل رشد جنین. از نطفه خداوند فرمود الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. بنابراین این بخش که وفی انفسهم هست، دیگه امشب روش صحبت نمی کنیم، چون جلسه قبل خداوند نشانه های قدرت خودش رو در تکوین و رشد جنین که در این آیات بیان فرموده و در جای جای قرآن، آیات دیگر قرآن، بخشی از آنها رو در هر جای فرموده، این رو دیگه حالا امشب روش صحبت نمی کنیم. ولی و خیلی مهم بودن که واقعا این در مدت 9 ماه چگونه یک سلول، فقط یک سلول، اون چنان راه رشد خودش میگیره و تمام اندام ها و اعضا رو در وقت خودش، در اندازه خودش، و نعم القادرون، ما بهترین، ما اندازه گیر و اندازه گذار خوبی هستیم، همه چیز متناسب، خلاصه یک کودک، یک نوزاد زیبا و سلامت متولد میشه. ولی حالا در آیات امشب که آیات 25 به بعد هستن،
آیات آفاقی، خداوند متعال اهمیت، یعنی انسان را متوجه این اهمیت و نقش زمین و کوها و خلاصه انواع نعمتها و موهبتهایی که خداوند در این زمین قرار داده تا نیازهای انسان را از هر جهت مرتفع کنه به اون میپردازیم. البته یادمون باید باشه که چه در مورد اون مجموع آیات انفسی که 20 تا 24 بودن در جلسه قبل ذکر شد، چه در مورد آیات آفاقی که حالا فقط در مورد کره زمین امشب، نه در مورد آسمان ها، چون آیاتش میفرماد ما شما را در زمین جای دادیم. اینها را خداوند متعال بیان میفرماید که جلوه هایی از قدرت و حکمت او میباشند با یک هدف عمده دیگری، یعنی خداوند پیوسته انسان را توجهش معطوف میکند به یک موضوع و یک پیام اصلی که در این سوره هست. اون پیام اصلی هم همونه که در آیه 7 این سوره فرمود انما توعدون لواقع، زنده کردن مردگان، برپا کردن عالم رستاخیز، این امری است قطعی واقع خواهد، این وعده است که همون گونه که خداوند قدرت خودش رو در امر به وجود آمدن شما توسط مادر از در رحم مادر و همچنان که خداوند این زمین را جامع خلق کرده برای شما، بدانید همین خدا قدرت این رو داره که بار دیگر شما رو زنده کنه. پس هدف اصلی، یعنی این پیام اصلی در این تا آخر آیات این سوره هست و این گفتیم یکی از سورهایی است که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن، از وقتی از پیامبر پرسیدن چجوری شما، چی شد که شما به این زود پیر شدید، به کهولت رسیدید، حضرت فرمودن که چند تا سوره من رو پیر کرد، از جمله این سوره مرسلات، خیلی مهمه این سوره. حالا بنابراین به خصوص که میفرماد انما توعدون لواقع، بعدش میفرماد ویل و یومئذ للمکذبین، در آن روز وای به حال منکران قیامت که این قدرت خداوند در وجود خودشون میبینن، در بیرون پیرامون خودشون هم میبینن، ولی باز یا انکار میکنن، یا انکار هم اگر میکنن ایمانی میارن، ایمان بی توجهه، یعنی کاری ندارن، خدا خلق کرده، خب باشه خلق کرده باشه، ما الان حیات داریم، خب میخوام زندگی کنیم دیگه، یه روز هم میمیریم، همین، در این حد، ولو اینکه مسلمان باشن و خلاصه حتی اگر کسی نماز و این چیزا رو هم آداب دین رو هم به جا میاره، ولی باید به قرآن و آیات قرآن انسان معنوس باشه و همیشه توجه کنه و فرا بگیره و معانیش رو یاد بگیره، ببینه پیام های الهی در این معجزه بزرگ پیامبر اسلام چیه، یعنی خداوند اون چرا از ما میخواد در این قرآنه. حالا خداوند متعال در آیه 20 سوره زاریات میفرماید و فی الارض آیات للموقنین، خوب دقت بفرمایید، و فی الارض، در این زمین آیاتون، فراوان آیات هست، للموقنین، یعنی اگر کسی میخواد به مقام یقین برسه و یا به عبارت دیگه نمیشه به مقام یقین رسید مگر آن که نسبت به امکاناتی که خدای منان برای انسان، برای او در زمین قرار داده، شناخت حاصل کنه، مطالعه کنه، بررسی کنه، قدر این نعمت‌های بزرگی که در این دنیا هست بداند، نه اینکه فقط استفاده کند و سمون بکمون عمیون از کنار آنها رد بشه و فقط بهره خودشه بگیره، لذت‌هاشه بگیره، ولی بهره رساننده یعنی خداوند و همون کسی که یک روزم همه رو میگیره از او غفلت باشه، لازمه او رو بشناسد و نعمتهای او رو در زمین دریابد
و بعد ببینید که از انسان چی میخواد، مسئولیت این انسان در قبال این خداوند چیست. در سوره بقره هم میفرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند متعال است که همه آنچه را از امکانات، از مواهب، از نعمتها در زمین وجود داره برای شما آفرید. خداوند متعال آنچنان زمین را کامل و غنی خلق کرده که همه احتیاجات حیات انسان در این زمین فراهمه. از احتیاجات او، از بد و تولد و یا حتی از مراحل تکوین او در رحم مادر، از اون روزی که خاکه و بعد میشه نطفه، این زمین درگیره در حقیقت. پس بنابراین از بد و تولد و پایگذاردن به این جهان و حتی اون دوران قبلش تا زمان مرگ که جسدش رو در آغوش خود این زمین جای میدهد، این زمین جسد این انسان رو در آغوش خودش میپذیره. اگر نپذیره، بوی نامطبوعی که از اون ساطع میشه موجب بی احترامی این جسد میشه، موجب نفرت از این جسد میشه، حتی نزدیکترین عزیزان دوری میکنن. بنابراین حالا اگه برگردیم به همین آیه 25 سوره مرسلات، در این آیه خداوند متعال یک پرسش مطرح کرده است. آیه رو به صورت پرسشی، الم نجعل الارض کفاتا، آیا این چنین نیست؟ آیا غیر از اینه که ما زمین را ظرف و محل اجتماع بشر قرار دادیم؟ یعنی همه انسان ها از روزی که اولین انسان پای گذاشته به این زمین، حالا تا روز قیامت، همشون در این زمین مدتی زندگی کردن و حوائج خودشون رو گرفتن، نیازهاشون رو گرفتن، بعدم رفتن. آیا حیات زندگی شما را خداوند وابسته به این زمین فرماد؟ آیا ما حیات و زندگی شما را وابسته به این زمین قرار ندادیم؟ آیا بین زمین و همه احتیاجات شما یه ارتباط عمیق برقرار نکردیم ما؟ ما فرماد ما خودم، بنابراین از قدرت خود صحبت میکنه، از حکمت خود که هیچ چیزی در جای خودش نیست که درست نباشه، همه چیز در وقت خود و در جای خود برای رساندن منفعتش به موجودات زمینی از جمله انسان، در رأس آنها انسان، توسط خداوند. حالا این پروازه که انسان و منابع حیاتی مورد نیاز او، این برای همه، برای دانشمندان، برای علما، برای هر انسان، حتی بالاخره همه این رو درک میکنن که منابع خود این انسان و منابع حیاتی او همه از خاک زمین و از این زمین نشأت میگیرن. گیاهان، درختان، انواع حیوانات که گوشتشون رو ما مصرف میکنیم، دیگر حیوانات، همشون موجودیتشون از زمین نشأت گرفته میشه. معادن و ذخایری که در زمین نهفتند و ما استخراج میکنیم و به مصارف گوناگون صنعتی یا غیر صنعتی میرسونیم برای خودمون، ما انسانها باز اینها در درون زمین، در عمق زمین، در دل کوههای زمین، در اونجاها ذخیره شدن. خلاصه خدای تعالی زمین رو برای انسان منبع برکات قرار داده. 3/4 وسعت زمین ذخیره آب برای انسان. حالا بخشش که شور کشتیرانی میکنه روش مثلا، و صید ماهی میکنه، ماهیان در آب شور پرورش پیدا میکنن. اگه این آب شور نباشه متعفن میشه، برای اینکه دائمی ماهی ها و حیوانات دیگه در موجودات دیگه در داخل آب شکار میشن در همون داخل آب به وسیله مثلا قوی تر از های خودشون، بخششون خورده میشه، بخششون رها میشه و اینها آب رو خلاصه آلوده میکنن. آب خداوند شور قرار داده تا اینکه خلاصه این آب سالم بمونه، ولی برای اینکه شرب آب شرب بشه، خب باید انسان
برسد به این مرحله از تمدن با فکری که خداوند به او داده و قدرت جسمی که به او داده، استعدادهایی که به او داده، تا این آب را مثلا شیرین کنه. حالا جدای از آب آسمان و از این موضوع و این موارد، آب شیرینی که از آسمان میبارد، خلاصه زمین، اکسیژن زمین، هوای تنفسی که در سطح این زمین هست تا ارتفاعات بالاتر، اینها را باز خداوند خلق کرده در این زمین و انسان دارد از اینها، از برکات اینها استفاده میکنه. و همه اینها را خداوند منان، یعنی منان یعنی بسیار نعمت دهنده، منشأ اونها را زمین قرار داده. علم نجعل الارض کفاتا، اینجوری سوال خدا میفرماید. این زمین یک دانه گیاه رو میگیرد و سخاوتمندانه یک خوشه پربار میده. حالا در سوره ملک هم اگه بریم در آیه 15، خدای متعال فرماد هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. ببینید چقدر خداوند به ما عنایت دارد. خداوند کسی است که این زمین رو برای شما ذلول، رام، مطیع، شما رو بر این زمین مسلط کرده. یک چاه میکنید، اجازه میدهد حفاری کنید. یک قصری بر روی این زمین بالا میبرید، اجازه میدهد که زمین اجازه میدهد میتونست نکنه. مثلا میتونست خداوند طوری خلق بکند که مثلا تمام این سنگ ها هیچ مته کف زمین فرو نره. برای خداوند کار نداشت، ولی خداوند فرماد ما این هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداوند است که زمین را برای شما رام کرده. همینطوری این زمین رام شما نیست، خداوند او را رام شما قرار داده. بعد میفرماد حالا فمشو فی مناکبها، در ادامه آیه، پس شما بیایید برید، حرکت کنید، بر کرانه های این زمین راه یابید، بر جوانه و اطراف این زمین، بر اینجا و اونجای این زمین برید، مسلط شید و از مواهب الهی بهره بگیرید. و باز ادامه میدهد و کلوا من رزقه، و از رزقی که در این زمین برای شما قرار داده شده به دست بیارید، مثلا کشاورزی کنید در جای جا هر جای ممکنه یا در جای دیگه کار دیگه، و خلاصه رزق شما را، رزقتون رو خداوند خواسته که با فکرش و با فکرتون و با کار و با تنتون فراهم کنید و لذتش رو ببرید. و کلو من رزقهی، و از روزی‌های گوناگون و امکانات فراوانی که خداوند در زمین قرار داده بهره‌مند شدید. بعد پیام اصلی رو میده در این آیه و در این سوره، و الیه النشور. اصل موضوع اینه، و الیه النشور، و بدانید که همه به سوی او بازگشت و حشر و نشر خواهید داشت. بنابراین خداوند بزرگ دو مرتبه از موضوع اصلی و اساسی معاد یادآور شده. و الیه النشور، پس از مرگ شما نشور دارید، تجمع شما به سوی او و در نزد او خواهد بود در روز رستاخیز. در آیه 10 سوره اعراف می‌فرماید ولقد مکناکم فی الارض، ما شما را در زمین اسکان دادیم، در زمین مکان به شما دادیم، و جعلنا لکم فیها معایش، ما زمین رو شما رو بر همه شئون زمین مسلط کردیم، و جعلنا لکم فیها معایش، و آنچه را برای زندگی لازم دارید ما در این زمین قرار دادیم. ولی میفرماد قلیلا ما تشکرون، شکرگزاری شما در برابر این همه نعمت و احسان خداوند کما قدیده. چرا کمه؟ یه عده ای که ایمان نمی آورن، هنوز در توحید لنگ می زنن. دانشمندان بزرگ ما که چقدر مطالعات عمیق و دقیق می کنن در تمام شئون این طبیعت و در موضوعات بدنی و تنی انسان، فقط دوست دارن موضوعی کشف بشه، جایزش بگیرن، حقوقشون مثلا استخدامشون برقرار بشه، و
خیلی کم توجه میکنن به اینکه آخه کی این ظرافت ها، این دقت ها، این دقیق قدرت مافوقی که حاکمه اون کجاست، کیست، جای پرستش داره. اون که همیشه بودا هنوز هم هست، اگر یه روزی اون قدرت نباشه خب پس همه این چیزا نیست. حالا که این همه این چیزها هست، همه این هایی که مطالعه میکنید ای دانشمندان، ای بزرگان علم، چه شما روز قیامت در صف جلوی سوال هستید، وقفوهم انهم مسئولون، نگاهشون دارید، پرسش از اینها باید بشه. شما خداوند میفرماد قلیلا ما تشکرون، این تشکر و شکر خداوند مراتبی دارد. اونهایی هم که ایمان دارن، به یه مدارج از ایمان هم رسیدن، باز قلیل شکرشون. کسی نمیتونه شکر خداوند را در حق خداوند انجام بده. حالا در ادامه آیه 25 این سوره در مورد منافع زمین خداوند میفرماد احیاء و امواتا، الم نجعل الارض کفاتا، زمین رو ما طوری قرار دادیم که همه شما رو در بتونه در خودش جای میده، مکان شماست، احیاء و اموات، هم زنده شما رو و هم مردگان شما در ارتباط با این زمین خواهند بود. ما به قدرت و حکمت خود زمین رو مکانی برای اسکان زندگان و دفن مردگان قرار دادیم. البته پرسشیست، یعنی میگه آیا ما قرار ندادیم، شما نمیبینید این زمین هم زنده شما رو در بر دارد، بر روی خود دارد، هم مردگان خود شما رو میپذیره، دفع نمی کنه، میتونست دفع بکنه اگر خداوند اینجور قرار داد. خلاصه خدای حکیم مقرر کرده است که زمین جسد مردگان را در خود جای دهد. چرا؟ این هم حکمت اویه، تا ساکنان زنده زمین گرفتار بیماری ها و عفونت و این چیزا دوچار نشن و خلاصه یک مشکلات عظیمی سر راهشون نباشه. همه جا مثلا امکان نداره مثلا حالا یه کسی بسوزونن فلان بکنن. اینها دوست دارن خیلی از نظر عاطفی پدرشون، مادرشون، فرزندشون، هر کسی فوت کرده، خب ببینن یه جایی خوابید، آرام گرفت، آرام گاهی داشته باشه و گاهی بیان انس بگیرن باهاش. دوست ندارم که مثلا فرض بگید جسد او رو آتیش بزنن بعد خاکسترش به دریا بریزن بره دیگه، یا اینکه یه جا بریزن. بنابراین این خدای تعالی به این زمین این قابلیت داده که مردگان رو احیاء و امواتا، مردگان رو در خود جای بده. و این از روی واقعا باز موهبت بزرگ خداونده که این گونه زمین مردگان رو میگیرد و بعدم تجزیه میکنه، متلاشی میکنه، مجددا مبدل به خاک میکنه، که اینها همه چیزهایی است که خداوند حکیم مقرر داشته و همه در جای خودش درسته. حالا بعد از ذکر مواهب گوناگون زمین، خالق متعال در آیه بعد ما رو متذکر یکی از چیزهایی که در این زمین هست فعلا در این آیه که کوه ها هستن نموده. خب در زمین اقیانوس ها، دریا ها هستن، در زمین جنگل ها هستن، در زمین خیلی چیزها هستن که این خداوند این زمین رو برای انسان غنی و کافی قرار داده، از هر جهت برای انسان کفایت میکنه. ولی امشب میفرماد در این آیه بعدی و جعلنا فیها، در این زمین قرار دادیم رواسی شامخات، کوههای محکم پابرجا شامخات، سر به فلک کشیده. و بعد ادامه میده و اسقیناکم ماء فراتا، و آب گوارا ما برای شما فراهم کردیم، که بخشی از این آب گوارا حالا از وجود این کوه هاست. یعنی یکی از مظاهر قدرت و شکوه خالق هستی در کوه های سر به آسمان کشیده خود نمایی میکنه. خیلی مهمه. 60% سطح زمین در ناحیه خشکی کوهستان هم. و این ضرورت داره و از نظر علمی ثابت شده که کوه ها
از یک رشته به هم پیوسته اند. در عمق زمین اینها به هم پیوسته اند و همچون یک زره محافظ کره زمین رو در بر گرفتند. و خب این هم باعث میشه که زمین زلزله های بزرگ و لرزش های شدید دائم، برای اینکه در عمق زمین، درون زمین ما انرژی داریم، مذابن اونجاها دائم در تغییر و تحول و اینها هستن و سطح زمین رو مورد تأثیر قرار میدن. بنابراین خداوند این کوه ها رو که ارتفاع بزرگی که در بیرون دارن چند برابرش، دو برابر یا چند برابرش فرو رفته در زمینه و در آیات دیگه میفرماید میخ ها. آخه میخ کارش چیه؟ میخ کارش اینه که یک چیزی رو مثلا محکم در یه جا برقرار میکنه. حالا بنابراین این کوه ها سبب میشن که زلزله های بزرگ و لرزش های شدید انسان ها یا خود زمین مسئول بمانن از این گرفتاری ها و حیات انسان و دیگر موجودات زمین در معرض خطر و نابودی قرار نگیره، که اگه بگیره دائم بخواد زمین زیر رو بشه، پایانابره بشه، انسان ها فرو برن توش، کشته بشن. در سوره لقمان در آیه 10 فرماد و القا فی الارض رواسی، اما در زمین انداختیم یا قرار دادیم کوها را، انتمیده بکن تا زمین شما را نلرزانه. پس اگر کوها نبودن، حالا یکی از کارشون اینه و یکی از کارهای دیگر از کوها که شاید کمتر بهش توجه شده ولی که دانشمندان عنوان کردن اینه که مقاومت پوسته زمین، یعنی همجا که ما داریم روش راه میریم در مقابل نیروی جاذبه کره ماه توسط این کوه ها زیاد میشه و مانع میشه که کره ماه، جاذبه کره ماه سطح زمین رو تخریب کنه، سنگ و پار سنگ و خاک رو به فضا ببره و درست برخلاف نیروی جاذبه ماه که بر سطح آب اقیانوس ها و دریاها اونها رو متلاطم میکنه، امواج خروشان به هوا میبره و ولی که در زمین چنین چیزی انجام نمیگیره، در سایه این کوه هاست. این هم یه موضوع علمی است که امروز بهش رسیدن. خلاصه اکوسیستم کوهستان فوق‌العاده مفید و ارزشمنده. در مناطق کوهستانی اصلا زندگی و فعالیت یک وضعیت کاملا متفاوت نسبت به دشت و صحرا و اینها داره. کوها با ایجاد مانع در برابر باد و جریان هوا آن را به صعود و حرکت به طرف جو وامی دارند. یعنی کوها هر چقدر هم ارتفاعشون بیشتره کارشون این میشه که این بخارات آب که از اقیانوس ها بلند میشه، همه این حالی که بادها نمیبرن به جو زمین، کوها خیلی مؤثرن و صعود میدن این هوایی که مرطوب شده رطوبت داره به بالا. وقتی رفت بالا در جو زمین قرار گرفت سرد میشه و باز به صورت بارش و برف در سطح همین کوهستان ها میباره، چون کوهستان ها بالا هستن زودتر میگیرن اونها را و موجب میشه که خلاصه چشم سارها، رودهای آب شیرین و زلال از کوه به سوی دشت سرازیر بشه و موجب رونق کشاورزی، زندگی با نشاط در مناطق سرسبز دشت و کوهپایه هایی که در حاشیه کوهستان هستن، چشم انداز های بسیار زیبا که جلب گردشگران و توریستا رو میکنه، طبیعت خیلی زیبا، همش در سایه این کوه هاست. جاهایی که این کوه ها نیستن این گونه نیست. 60-80% آب شیرین زمین از بارش این برف و باران در کوه هاست. برای همین یک به کوه ها میگن که برج های زمین. کوه ها را برج های آب بهش میگن، برج های آب هستن کوه ها. به هر حال در مناطق وسیع از زمین هر اندازه که ارتفاع کوه
بیشتر باشد و بالاتر باشد، جریان هوا و جریان باد به سمت جو زمین و خلاصه ارتباط با ابرها و کنش و واکنش این کوه بلند با اون جو زمین باعث میشد که در اون منطقه هوا سردتر باشه، نزول برف و باران بیشتر باشه و خب وقتی ذخیره میشن اینها آب رو در تمام طول سال تأمین میکنن، چون بعد به مرور زمان ذوب میشن، چشمه ها رو سرازیر میکنن، رودهایی که در مجاور کوهپای هستند و از کوه سر نشأت میگیرن این رودها رو خلاصه پر آب میکنن. و اینها در آیه 27 این سوره که خداوند فرماد و جعلنا، ما در این زمین قرار دادیم و جعلنا فیها رواسی از شامخات، کوههای سربلند، کوههای سر به فلک کشیده، کوههای مرتفع. کمی دقت کنید ببینید خداوند چگونه قشنگ کلمات پرده هم آورده. البته خدا که کارش درسته، ولی رسول خدا که در اون موقع در 1400 سال قبل نه چیزی خونده بوده نه نوشته بوده، چطور ممکنه بیاد این کلمه و اسقیناکم ما انفراتا را، اگر کلام قرآن از خودش بود این انسان، و چطور هیچ انسانی چنین کاری نکرده تا زمانهای اخیر، نفهمیده که این کوها وقتی شامخات هستن و بلند هستن که در پرتو آنها ماء فرات، آب شیرین هی بیشتر میشه. اما خداوند در این آیه این دوتا رو پرده هم قرار داده و جعلنا فیها رواسی شامخات، میتونه از حرف آبا نزنه ولی فرموده و اسقیناکم، وقتی فرموده اسقیناکم ما آب شیرین با طبعمون سازگاره، از قیناکم ما انفرات ها در زمین کوههای بلند و مرتفع آوردیم خداوند فرمان و آبی گوارا به شما دادیم. خب دقت کنید این موضوع خیلی موضوع علمی درستیه. این دو موضوع پهلو هم آوردن و حالا فقط اینجا که نیست که شما در خیلی از آیات قرآن میرید میبینید که مطالب ناموضوع ناهماهنگ بی ارتباط نیمده، همه چیز با هم با یک دقت خیلی بالا. حالا ما در مورد خداوند چه نمیگیم دقت، وقتی که ما ایمان داریم او احسن الخالقینه، همه چیز رو احسن خلق میکنه، آب گوارا را از این کوههای سربلندی که خودش در زمین قرار داده برای ما انسانها فراهم میکنه، ما انفراتا آب گوارا و قابل شرب رو خداوند اینجا عنوان کرده. در سوره فرقان آیه 48 میفرماد و انزلنا من السماء ماء طهورا، از آسمان آب طهور، آب پاک، آب شیرین، آب زلال، حالا هم از باران در مناطق دیگه که ابر بادها ابرها رو جابجا میکنن و یا در کوه، به هر حال در هر چه از آسمان نازل میشد آبی پاک و شیرین و فایده بخش. حالا این آبها هم جاری میشن در رودها، سرازیر میشن، کیلومترها در جاهای دور میرن و خلاصه همه جا را پر نعمت میکنن، سرسبز میکنن، زیبا میکنن. خداوند منان، صاحب نعمت و دهنده برکت، اینها را برای انسان فراهم کرده و در اینجا در آیاتی که سوال داره میکنه، همه این مواهب که حالا اخیرا ذکر کردیم از مواهب و برکات کوها هستند. حالا بگذاریم از معادن فراوانی که در سطح این کوها و یا در اعماق این کوها خداوند برای انسان ذخیره فرموده و بعد قدرتش هم به انسان داده که بیاد برد اینها رو استخراج کنه و در زندگی خودش ازشون منفعت ببره. حالا من توجه شما رو میخوام به یه آیه دیگه از قرآن کریم معطوف کنم و حالا دیگه صحبت پایان میدیم. خدای بزرگ کریم ما را دارد متوجه میکنه به یک تکلیف شرعی در این آیه که تلاوت میکنم، به یک
مسئولیت شرعی، مسئولیتی که برای ما قرار داده. در سوره 62، در آیه 62 سوره هود، حالا آیهش بزرگه، من فقط این قسمتیش که در اینجا میخوام روش صحبت کنیم بیان میکنم. فرماید هو، یعنی خداوند، انشأکم من الارض، شما را از این زمین خلق کرد، از این زمین برانگیخته، به وجود آورده، و از تعمرکم فیها، و از شما خواسته تا این زمین را آباد کنید. خوب دقت کنید، آبادانی زمین را خداوند از ما انسان ها خواسته. بقیه موجودات که در زمینند، زمین را آباد نمی کنند، نکردند. البته خب ما تخریبم خیلی میکنیم، اون حیوانات، اون پرندگان دیگه تخریب نمیکنن، ولی آبادانی زمین رو خداوند به عهده انسان گذاشته. میفرماد اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت. پس خداوند انسان و جامعه انسانی رو خواسته که این زمین را آباد کنن. به عبارت دیگه، زمین یک امانت در دسته هر نسل از انسان‌ها، هر نفر از انسان‌ها، هر نسل از انسان‌ها که باید در جهت تکامل بشر بیان و این زمین رو آبادتر به نسل بعدی، مقدار خودشون رو آباد کنن و سالم و درست به نسل بعدی تحویل بدن. و انسان نسبت به این امر الهی، نسبت به این تکلیف الهی مسئولیت داره و هر نوع رفتار زیان آور در هر بخشی از زمین که باشه، هر جایش، مثلا آلوده کردن آبها در رودها، در دریاها، اقیانوسها، هوای زمین را آلوده کردن، سطح زمین، ریختن زباله و اینها در سطح زمین که باد بیاد مثلا به این طرف ببره، به اون طرف ببره و موجبات بیماری ها و این چیزا بشه، در زمین ویروس ها زیاد بشن، و خلاصه دستکاری در اکوسیستم زمین و در زیستگاه های حیوانات وحشی، پرندگان، اینا همه عملی خلاف امر الهی که در این آیه 62 سوره هود پروردگار متعال فرمود و انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. حالا بعد از این چند آیه خداوند متعال در آیه بعدی مجددا می‌فرماید خداوند هدایت کار هدایتگریش رو کرد، همه چیز عیان و روشنه برای انسان. باز می‌فرماد ویل و یومئذ للمکذبین، در آن روز، یعنی در روز قیامت، وای به حال منکران قیامت، وای که چه عذاب سختی برای خودشون مهیا کردن. گفتم منکران قیامت البته خب کسانی هستن که واقعا قیامت رو انکار میکنن. ممکنه هست انسان زندگی کنه، خدا رم انسان موحدی باشه، قیامت هم اعتقاد داشته باشه، کاری نداشته باشه، میگه ما حالا فعلا میخوایم زندگی بکنیم و بی تفاوت با آیات الهی، با قرآن خداوند، با پیام ها، با احادیث، احادیث نبوی، احادیث ائمه اطهار و سفارشاتی که آنها کردن در امر قیامت مخصوصا و در امر اینکه انسان باید تکالیف الهی و عبادت الهی رو درست انجام بده و مشرک نباشد هرگز، اینها رو باید توجه بکنه. در این آیه ویل یومئذ للمکذبین سربسته خداوند آورده. بنابراین این آیه در پس هر کدوم از فرازهایی که یک موضوعی را خداوند بیان کرد در فرازهای قبل، در آیات قبل، مثلا بعد از مجموع آیاتی که نسبت به تکوین نطفه بیان فرمود از قدرت خودش، آورد این آیه رو. در مجموع آیاتی که در ارتباط با زمین و کوها بیان فرمود، باز این آیه را آورده. در آیات بعد هم همچنان این آیه شریفه میاد، یعنی در حدود 10 بار، حدوداً 10 مرتبه در این سوره اومده و در
یک مورد یا دو مورد دیگه در جاهای دیگر قرآن هست. خلاصه آیات صحنه قیامت رو خداوند در اینجا ذکر فرموده، آیاتی که سرنوشت نهایی تکذیب کنندگان قیامت و منکرین آن دادگاه عدل الهی رو در این سوره بیان فرموده و این آیه رو آورده. حالا در آیه 29 دیگه از دنیا خداوند میبرد ما رو در آخرت، یعنی حرفای دنیایش در آیات قبل زد، الان ما رو میبره در آخرت. اون منکر قیامت رو آیات آخرت رو براش در آیات بعد آورده. آیه 29 سوره مرسلات میفرماد انطلقوا الى ما کنتم به تو کذبون، برید برید به طرف اون چیزی که تکذیب میکردید، قیامت رو تکذیب میکردید، عذاب الهی رو تکذیب میکردید، وعده های الهی رو تکذیب میکردید، اون آتش سوزانی که اون عذاب دردآوری که میگفتید حالا کی میاد، خیلی که خلاصه میخواستید دل بدید، میگفتید آره قیامت کیه و خلاصه نمیخواستید بپذیرید، برید بیدرنگ برید به سوی همون چیزی که پیوستان را تکذیب میکردید. اون چیه؟ در آیه بعد میگه میفرماد انطلقوا الا ظل ذی ثلاث شعب، بروید به سوی ظل سایه. عجیبه که در دنیا سایه ها مطبوعند، یعنی در یک روز گرم در یک جای آفتابی در تابستان انسان در یک جایی که هست زیر آفتاب همش علاقمند سایه‌ای پیدا بشه بره زیر سایه. در زیر سایه در حقیقت سایه مانع آفتاب نیست، سایه مانع اون حرارت اون داغی است. خصوصیت سایه این نیست که آفتاب رو برطرف میکنه، خصوصیت سایه اون حرارتی است که اون لطافتی است که در اونجا داره هست و انسان رو از اون حرارت داغ آفتاب در حقیقت حفظ میکنه، دور میکنه. ولی اینجا خداوند فرماد برید به طرف اون سایه‌ای که این سایه رو در آیه بعد فرماد که داغ سوزانه، این سایه خودش آتشه. انطلقوا الا ظل ذی ثلاث شعب، برید به طرف سایه‌ای که سه تا شاخ داره، سه تا شاخه داره، سه تا شعبه داره. ما در اینجا سایه هامون یک چیز زیر سایه هست، یه مانع آفتاب یه سایه درست میکنه. سایه قیامت اینجا خداوند در حقیقت میخواد بگه این سایه های دنیا نیست، داره به مردم این دنیا چه انکار میکنن فرما سایه قیامت برای جهنمیان عذاب آتشه. فرما برید به سوی سایه ای که از جوانب مختلف اینجا من میفرماید وی سلاس شعب، شاید اشاره به این که این آتش از جوانب مختلف شما را احاطه میکنه، میگیره، راه فرار ندارید. یه موقع انسان در این دنیا از یه سمتی که میاد یه حمله چیزی بهش میشه، از یه سمت دیگه فوری خودشو نجات میده میره اون طرف. این زلدن زی سلاس یعنی شما رهایی ندارید از این سایه داغ عذاب، این سایه که خودش دوزخه، آتشه، جهنمه. بعد فرماد لا ظلیل ولا یغنی من اللهب، بنابراین فرماد این سایه لا ظلیله، سایه نیست، این سایه رطوبت و خنکی نداره، بلکه چی داره؟ گرما و حرارت داره. لا ظلیل یعنی از خودش سایه این دنیا رو نشون نمیده، ولا یغنی، یغنی در یکی از معانیش یعنی مانع شدن، مثل اون آیه که در روز قیامت اون کسی که نام عمل به دست چپش میرسد فریاد میزند که ما اموال من مرا از آتش مانع آتش نشدن برای من. در سوره در یک از سورای حالا ملک هست یا سوره بعدی ملک حالا خاطرم نیست، ولی اونجا میگه لا یغنی، این آتش مرا مانع و خلاصه جلوی
عذاب را برای من نگرفت. در اینجا میفرماد که لا ذلیل ولا یغنی من اللهب، این آد این سایه سایه نیست، سایه دنیایی نیست و شما را از آتش دوزخ ممانعت نمی کند، مانع و حاجبی جلوی آتش دوزخ برای شما نیست، نه خونکه و نه از شعله های آتش شما را مسون می دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.